ساختن آینده بدی که نمونه فرنگستان نباشد، آرمان بسیاری از اندیشه ورزان و کوشندگان قرن بیستم بود. احمد کسروی از جمله آینده پردازانی بود که چون حسن تقی‌زاده جنجالزا و چون کاظم‌زاده خواهان فرا افکندن آینده ای بدی و دین بنیاد برای ایران بود. در کتاب آیین که به نظر من یکی از مهمترین کتاب هاش هستش، آمیزه ای از نگرش های متفاوت به آینده در دهه 1300 و 1920 بود. کسروی مبنای فلسفی گفتمان رشد و توسعه را در این کتاب به نقد کشید، دعوی پیشرفت و برتری اروپا را مفترین سخن، یک جا فریب و دامی که قرنها از آن نتوان رست دانست و ناشران این دعوی را دلدادگان فرومایه اروپا و ننگ زمان خود برشمرد. با نقد اروپایی گرایی و شرق‌شناسی، او شر را که عقب مانده و درمانده قلم داد می شد معنی و باری اخلاقی و روحانی بخشید و اسلام را مبنای گفتمانی دین بنیان و آینده پرداز ساخت که در نهایت رهگشای نوگرایی دینی و نهضت اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم بود. او همچون مشفق کاظمی به تدقیق عقاید موروثی یه دینی و ادبی و همچون کاظم‌زاده ایران شهر دین را به جهان‌نگری اخلاقی متجددانه تبدیل کرد و همانند طوطی مراغه‌ای به نوسازی تمدن ایرانی پرداخت. کسروی سخنرانی رو گفتمانی رو پیانداخت که ریشه در آرا و باورهای نامتجانس داشت. این گفتمان هم متجدد بود هم متدین، هم آخوند ستیز بود و هم مخالف اروپاگرایی، هم مشروط خواه بود و هم خواهان وحدت دینی، هم مدافع زبان و ادب فارسی بود و هم محارب با اندیشه های جبرگرای سرایندگانی چون حافظ و مولانا. با پیوند تجدد و تدین و مقابله با اروپاگرایی، این گفتمان راهنمای کسانی چون علی اکبر حکمی زاده، نویسنده یک کتاب خیلی معروف اسرار هزاره که آیت الله خمینی کشف اسرار خودش رو که اولین کتابش در موردش نوشته مورد استفاده ایشون قرار گرفته، شریعت سنگلجی، غلامرضا سعیدی، هادی سعیدی، احمد فردید، عطاءالله شهاب‌پور که بنیانگذار انجمن تبلیغات اسلامی بود، فخرالدین شادمان، محمد تقی شریعتی پدر علی شریعتی، جلال آل احمد و علی شریعتی و همچنین روح الله خمینی از جمله کسانی هستند که کسروی روشون تاثیر بسیار زیادی گذاشته. همخوانی و همتباری این اندیشه ورزان نامتجانس بیانگر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جریان‌های متفاوت فکری بر یکدیگر است. اما روایت‌های موجودی که ما از جنبش روشنفکری ایران داریم، این جنبش‌ها رو مستقل و هر کدوم رو دارای یک تاریخ مستقل خودش میدونه. روحانیون تاریخ خودشون رو دارن، روشنفکرهای دینی یک تاریخ جدید خاص خودشون رو دارن و روشنفکران سکولار هم یک تاریخ خاص خودشون رو دارن، در صورتی که اگر ما توجه بکنیم به این دوره اول این روشنفکر ایرانی، مخصوصا دوره انقلاب مشروطیت، میبینیم که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری خیلی زیاد بوده ولی یک نوع فراموشکاری در مورد اون گذشته وجود داره که به نظر من این یادزدایی به پیدایش روایت‌های پاره پاره از روشنفکری دنیوی و دینی و نهضت روحانیون انجام میده. در این گونه تاریخ پردازی‌ها روند گفتگوهای عمومی که دنیاورزان و دینورزان و گرایش‌های متفاوت روشنفکری رو در کنار همدیگر به طرح مسائل ملی و دینی و صیقل دادن نگرش‌های فرهنگی یکدیگر وامی داشت جا ندارد. انکار گفتگوی عمومی و تأثیر متقابل دیدگاه‌های متفاوت و متخاصم بر یکدیگر به زمان زدودگی و گسستی تاریخی در تاریخ روشنفکری ایران انجام میده. به دیگر سخن، تاریخ
غنی روشنفکری در ایران گرفتار یک تاریخ زدایی شده به نظرم. و چگونگی این تاریخ زدایی، به بحث اصلی برگردیم، چگونگی این تاریخ زدایی معمای روشنفکری و روشنفکری در ایران هستش. انقلاب اسلامی که در 1357 روحانیون رو دولت مرد و مذهب اعتراض تشیع رو به ایدئولوژی دولتی تبدیل کرد، پیامد آینده‌ای بود که طرح نخستین آن را روشنفکران دو دهه پس از انقلاب مشروطیت در لوای انقلاب مذهبی، همونطوری که صحبت کردن، و تجدد اخلاقی طرح کرده بودند. آنچرا نیست که امروز روشنفکران دینی در تقابل با الهیات و کلام و فقه مهندسانه و امنیتی و شبکه‌ای بیان می‌کنند، بازیابی عرفان و تقدس پس از تجربه دولتی شدن دین و کارمند دولت شدن روحانیات است. این گرایش روشنفکری هم خود چرخشی کامل و معرفتی است که با صوفی ستیزی و عرفان گریزی روشنفکرانی آغاز شد که روحانیان را در دهه‌های پیش از انقلاب به شرکت در سیاست دعوت می‌کردند و آنهایی که از سیاست پرهیز می‌کردند ارتجاعی و سنتی و عقب مانده می‌پنداشتند و آنهایی که سیاست باز بودند روحانیانی مترقی و مردمی و خلقی می‌خواندند. معمای روشنفکر امروز چگونه اندیشیدن در زمانه ایست که روحانیون سنتی دیروز همچون معماران و مهندسان راه و ساختمان از نقشه و هندسه الهی، هندسه کلام، مهندسی فرهنگی، مهندسی معنویت، مهندسی معرفت دینی و باز مهندسی دینی سخن گفته و خدا مهندس بی نظیر، جمهوری اسلامی دارای هندسه و ترسیمی الهی، روح الله خمینی معمار انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جایگاه مهندسی نظام شناخته شده. و به شکلی اگر برگردیم به حرفی که توتی زده بود، اینجا روشنفکران در این شرایط خاص جدا حرفای تکراری گذشته رو نمیتونن بزنن. این موقعیت خاصی که همونطوری که گفتم، من یه مقاله دیگه دارم که امیدوارم به زودی چاپش بکنم در مورد مهندسی شدن تفکر دینی، همینطوری که در این آخر گفتم در ایران هستش. این دیگه نمیشه با تحلیل‌های اوایل قرن 18 و قرن 19 و یک تجربه تاریخی جدیدی در ایران شده که با تجربه روشنفکری در ایران در اروپا خیلی فرق میکنه و به یه شکلی روشنفکر بودن امروز جدن نواندیش بودن هستش، ولی نواندیشی که باید تاریخی باشه که این جریان‌های متفاوت رو بفهمه، تأثیرهای این جریان‌ها رو بر روی همدیگه بفهمه و همینطوری که بعداً میتونم در موردش صحبت بکنم، این تفکر مهندسی که امروز در بین علما و علمای دولتی اشاعه پیدا کرده، اونم برآیند یه گفتگوی هستش با روشنفکرها، با مهندسایی که الان من فکر می‌کنم بخش خیلی مهمی از جمهوری اسلامی رو دارن رهبری می‌کنن. خیلی ممنون. آقای دکتر توکلی 2 دقیقه اضافه صحبت کردن، در بخش پرسش و پاسخ از وقتشون کم میکنم. آقای دکتر دباغ.